سرخط خبرهای بسیار مهم طالبان در عملیات بر مخفیگاه داعش در کابل دو دایشی کشته شدن و یک تن بازداشت شد رئیس سیگار در زمینه کمک های نقدی به ملاحظه به اوکراین از افغانستان درس بگیریم افغانستان در بزرگترین سیاچال تاریخ فرو رفت و هجدار جبه مقامت ملی افغانستان به ایران مشروع خبرها طالبان مدعی شدند که با راهاندازی عملیات بر یک مخفیگاه داعش در شهر کابل دو جنگجو این گروه را کشته و یک تن دیگر را بازداشت کردند زبیولای مجاهد سخنگوی گروه طالبان در رشتیوید گفت که این عملی شامگاه یک شنبه در شهرک زاگیرین کوتل خیرخانه از بخشای مربوط به نایه هفته شهر کابل را اندازی شده است. با گفته مجاهد در این عملیات یک واسکت انتاری و مقدار از مهمات جنگجان دایش نیز به دست طالبان افتاده است سخنگوی طالبان مدعی شده که در این عملیات به جنگجان این گروه آسیب نرسیده است پیش از این باشندگان نایه هفدهم شهر کابل از شنیدن صدای نزدیک به پانزن فجار هنگام درگیری میان جنگجان داعش و طالبان در شهرک زاکرین خبر دادند هفته گذشته نیز طالبان مدعی شدند که بر یک مخفیگاه داعش در گارده نو از بخشهای مربوط به ناحیه هشتم شهر کابل حمله کردند جزئیات این ریداد هنوز همگانی نشده است رئیس سیگار در زمینه کمک های نقدی به ملاحظه به اوکراین از افغانستان درس بگیریم در اولین سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین و حمایت که اخیرا دولت بایدن از کیف می رئیس, رئیس اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان می گوید که دولت بایدن باید از افغانستان دست گرفته باشد و کیسه اش را برای کمک به با اوکراین باز نگذارد جان سوبکو گو بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان روز یکشنبه به فاکس نیوز گفته است ما در برخورد با افغانستان اشتباهات مهم مرتکب شدیم او در مورد حجم کمک هایی که به اوکراین فرستاده می شود و ممکن است هدر برود افغانستان را مثال زده و افزوده است بدون نظارت و کافی کمک ها دوزیده می شوند یا به سیاستمداران محلی هدایت می شوند و در میان فقط یک اوکراینی معمولی ضرر خواهد دید او همچنان خاطر نشان کرده است افغان ها دیدند که تمام پول ها توسط سیاستمداران فاسد منحرف می شد بنابراین در حال که طالبان پیشوی می کردن. یک سرباز یا افسر پلیس یا یک افغان عادی می گفت من برای این دولت نمی میرم آنها همه چیز را می دزدن. با گفته رئیس سیگار بدترین نتیجه این است که کمک ها منحرف و بگونه دوزیده می شوند که هدف مورد نظر خود را محقق نمیکنند. صبح تاثیر کرده است ما پول زیادی را در آن کشور خرج میکنیم و از زمانی که این مقدار پول را در هر کشور خرج کنیم مطمئنا هدر خواهد رفت منابع دیپلماتیک جمهوری اسلامی سفارت افغانستان در تهران را به طالبان واگذار کرد دیپلمات های سفارت افغانستان در تهران میگویند جمهوری اسلامی ایران این سفارت را روز یک شنبه رسما به طالبان واگذار کرد به گفته منابع دیپلمات های سابق این سفارت را تخلیه کرده و کلید آن را به وزارت خارجه ایران دادند این دیپلمات ها گفتند که حاضر نشدند با طالبان کار کنند منابع گفتند که عبدالقیوم سلیمانی سرپرست سفارت ساعت و پیش کلید سفارت و برخی اسناد مهم دیگر آن را به وزارت خارجه جمهوری اسلامی تحویل داد جمهوری اسلامی هفته گذشته تصمیم گرفت سفارت افغانستان در تهران را به طالبان تسلیم کند جبهه مقاومت با انتقادتان از تهران تحویل سفارت افغانستان به طالبان را پرسش برانگیز خواند. جبهه مقاومت بر احمد مسعود در اعلامیه از تصمیم جمهوری اسلامی برای تحویل سفارت افغانستان در تهران به طالبان انتقاد کرد و آن را سوال برانگیز دانست در اعلامیه گفته شده که تهران به درخواست جبهه مقاومت برای عدم واگذاری سفارت به طالبان اعتناعی نکرده است همزمان با انتشار عکسهای دیپلماتهای های طالبان در سفارت افغانستان در تهران وزارت خارجه این گروه از آغاز فعالیت این سفارت با حضور شارج دافیر و دیپلمات های جدید در این سفارت خبر داد وزارت خارجه طالبان با تکرار موضع تهران افزود که تغییر کارمندان دیپلماتیک امر معمول و مشروع هر کشور است جبه مقاومت در انتقاد از تصمیم تهران گفت واگذاری نمایندگی دیپلماتیک افغانستان در ایران به گروهی که نامهای رهبرانشان همچنان در لست سیاه سازمان ملل متحد است و هنوز هیچ کشور دنیا حاضر به برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با آن نشده سوال برانگیز است این جبه افزود که تصمیم تهران هاوی پیام ناخوشایند به مردم افغانستان و برخی کشورهای دیگر می باشد تهران پس از به قدرت رسیدن طالبان حمایت آشکار سیاسی از حکومت این گروه انجام داده جمهوری اسلامی سعی دارد که با بهبود مناسبات طالبان را بر رعایت حقابی ایران متقاعد کند احمد مسعود که پدرش در دهه افتاد خورشیدی از متحدان تهران در برابر طالبان بود در این اعلامیه از آن کرد که جمهوری اسلامی و درخواست جبه مقاومت و گروه های سیاسی مخالف طالبان اعتنای نکرده است در اعلامیه جبه آمده است که بر رقم تماس ها و مکاتبات با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی آنها بنا به پلیسی خودشان اجازه دادند نماینده گروه نامشروع و تروریستی طالبان وارد خانه دیپلماتیک مردم افغانستان گردد پیش از این شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان گروه دیگر از سیاستمداران برجسته زیر طالبان تصمیم جمهوری اسلامی برای واگذاری سفارت افغانستان به گروهی که حاکمیت بر افغانستان نامشروع است را خلاف عرف دیپلماتیک و در تضاد با منافع ملی افغانستان توصیف کرده بود جبه مقاومت در پایان اعلامیه خود به جای حکومت ایران از همدردی حمایت و همکاری به ملت آگاه ایران با مردم افغانستان تشکر کرده است سلته طالبان چدر که به نام زن و علی زن زده شده است زن و مسئله حقوقش از آغاز شکلگیری گروه طالبان تا کنون برای این گروه جامد و حل نشده باقی مانده و تا برای مطالبات زنان پاسخ قدیمیشان را میدهند با این که از زمان شکلگیری طالبان تا کنون تغییرات زیاد در لایه های اجتماعی آمده است اما چیزی که در این میان دست نخورده باقی مانده مفکوره طالبانی و موزیگیری این گروه در قبال زنان است پرسش که پیش می آید این است که چرا طالبان از همان نخستین روزها محکم به موضوع زن چسبیدن و تا هنوز برخورد جدی با این مسئله دارند چی چیز سبب شده که در طول نزدیک به سه دهه طالبان این چنین نسبت به زن حساسند چگونه به نام زن وعده داده کردن و برای تبدیل ساختن زنان به سوجه های رام به شکل و راندن آنها به اندرونی و حضبشان از خیابان جلیقه انتاری بطن کردند و چرا این گروه حاضر نیست از موضوعی که در قبال زن دارد به میزان حتی کم عقب نشینی کند هرچند پاسخ به این پستش ها از ابعاد متفاوت میتواند قابل بررسی باشد اما در مقدمه با نگاهی به تاریخ و وقایع سه پسین می گفت که خواستگاه شکلگیری طالبان زمینه فکری فرهنگین گروه ترس از بدن رها شده زن برجسته شدن الگوی تازه زنانگی و ترک پستونیشی زنان از های باشد که بنیان وجه نمایدین زن وعده شده است که طالبان زیر چدران مردم را به سوی خود دعوت کردند تا جامعه آرمانی را بسازند که امنیت آن را زنان با خود بیانگری و خودنماییشان در فضای بیرون متضال نسازند تشکر که تا این با ما بودید تا های و شما را به خداوند یگانه سپارم شب روزتان خوش الله یار مددگاری همه شما باشد